فجميع الشهداء والصديقين عليك يا امير المؤمنين. سلام خدا و سلام فرشتگان مقربش، انبیاء مرسلش، بندگان شایسته‌اش، شهدا و صدیقانش بر تو ای امیر مؤمنان. سلام بر نام پسندیده خدا، جمال بالا و راه مستقیمش. سلام بر دلالت یافته در کعبه، تزدیر شده در آسمان، کسی که مکه و منا به او شرافت یافت. سلام بر صاحب حوض، هم کننده پرچم توحید، پنجمین اهل عراق. سلام بر کرنده در خیبر، پرتاب کننده آن در هوا. سلام بر سخنگوی با اصحاب کهف در غارشان، به زبان پیامبران. سلام بر جوشاننده آب و چاه در بیابان بی‌آب و گیاه. سلام بر کنده سنگ که مردان تنومند از کندنش عاجز شدند. سلام بر گفتگو کننده با جمجمه مرده در نهروان، در حالی که استخوان‌هایش از روی کهنگی تکه تکه شده بودند. سلام بر صاحب شفاعت در روز قیامت و رحمت و برکات خدا بر او باد. سلام بر گویان به حکمت و سخن صحیح. سلام بر کسی که تعلیل محکم و متشابه نزد اوست و اصل کتاب پیش اوست. سلام بر کسی که آفتاب برای او بازگشت هنگامی که غروب کرده بود. و سلام بر کسی که بدون شک جبرئیل او را به لقب امیرالمؤمنین خطاب کرد. سلام بر امیر مؤمنان، بر سرور جانشینان، بر آقای آقایان، بر صاحب معجزات، بر کسی که فرشتگان هفت آسمان از حملاتش در جنگ‌ها تعجب کردند، فرمانده لشکرها، صاحب جنگ‌ها، نور خدا در تاریکی‌ها. سلام بر رئیس دین، نگهدار مؤمنان و سلام بر مقتدای اهل صدق. ما دیر رسیدیم اما دست خود ما نبود. چگونه میتوانستیم زودتر بیاییم در حالی که دریز تقدیرمان برای 1400 سال بعد تاریخ خورده بود؟ آن زمان که پیامبر اکرم در خطبه قدیم خود دست امیر مؤمنان را بلند کرد و فرمود من کنت مولا و هذا علی مولا، چقدر ما در عدم خون دل خوردیم و حسرت کشیدیم و آرزو کردیم کاش در کناره آن برکه مقدس می بودیم و دستهای کوچکمان را نه بر دستهای مردانه علی که بر خاک پای علی می کشیدیم و می گفتیم رای آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی، و می گفتیم به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و جانی و بلدی، پدرم، مادرم، همسرم، فرزندانم، مالم، جانم، آبرویم، وحده هستیم، فدای تو بادا. و می گفتیم و می گفتیم و می گفتیم و خدا که این همه اشیا و حسرت و حرمان را در دلهای ما دید، دلش نیامد که ما را بی ولایت معصوم بگذارد. رحمت بی انتهایش اجازه نداد که ما را در برهود هستی بی چراغ امامت رها کند. قدیم را تداوم بخشید و مقرر کرد که پیامبر خاتم همچنان تا آخر عالم ایستاده بماند و هر زمان خورشیدی از منظومه ولایت را در دست گیرد و اعلام کند هر که من مولای او هستم از این پس علی مولای اوست، حسن مولای اوست، حسین مولای اوست، سجاد، باقر، صادق، کاظم، رضا، جواد، هادی، عسکری. و ما چه خوشبختی که به وعدگاه مهدی رسیدیم و اکنون با چشم دل به روشنی پیامبر را میتوانید که در کنار قدیر خلقت ایستاده و دست بقیت الله الاعظم مهدی دوست داشتنی را در دست گرفته و فریاد میزند اللهم وال من والاه و آل من آلاه. این ما، این قدیر، این پیامبر، این دستهای روشن مهدی و این قدیر خلقت ما، بیایید با قدیر مهدوی بیعتی دوباره کنیم.